دقایقی پس از اعلام کشته شدن بن لادن، وزارت خارجه آمریکا نسبت به احتمال اقدامات تروریستی به شهروندانش در سراسر جهان هشدار داد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر مستقیم به وزارت خارجه آمریکا میریم برای گفتگو با آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. آقای ایر، خوش آمدید به برنامه افق. وضعیت هشدارهای امنیتی آقای ایر در چه سطحی است؟ آیا احتمال جدی وجود دارد در مورد واکنش، یک واکنش تروریستی به مرگ اسامه بن لادن؟ سلام بر شما و خیلی تشکر میکنم که منو دعوت کردین با شما صحبت کنم. یعنی چیزی که مهم است که باید بگم این است که یعنی دیروز که پیروزی بزرگی بود، نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمام بشریت بود. یعنی یک قاتل به سزای اعمالش رسید و عدالت محقق شد و به طور کلی جهان یک جای امن‌تر شده. آقای ایر، فکر میکنید که با توجه به این 10 سال گذشته، حدود 9 سال خورده 10 سالی که با القاعده در مبارزه و جنگ بودیم، القاعده اینقدر ضعیف شده که نتونه واکنش خاصی نسبت به کشته شدن رهبرش نشان بده؟ نه، گفته پیداست که پیروزی دیروز پایان تلاش ما بر ضد گروه تروریستی بن لادن که نیست، ولی پیروزی و موفقیت عملیات ما دیروز نشانگر آن است که دولت اوباما در تعقیب سران القاعده و در پیشگیری از حملات تروریستی و در تحقق عدالت مصمم و خستگی ناپذیر است. آقای، خبرهای اومده بود که جسد بن لادن رو به دریا انداختن. آقای، شما این رو تایید میکنی؟ بله، ارتش ما بر اساس احکام اسلامی جسد بن لادن را به دریا سپردند. علت چه بوده دقیقاً؟ فقط به خاطر اینکه در واقع مشکل خاصی احیانا وجود پیش نیاد بعد از اینکه برای جسد نگهداری بشه، چرا به این سرعت این اتفاق افتاد؟ یعنی من که متخصص دین اسلام که نیستم، ولی بر اساس این احکام اسلامی جسدش سپرده شده به دریا. جزئیات بیشتر میتونیم در آینده چیز با شما به شما بگیم حسن. ولی اصل مطلب این است که این کشتن دیروز بن لادن یک پیروزی بزرگ بود، نه تنها برای آمریکا از اینکه بن لادن یک دشمن قسم خورده آمریکا بود، بلکه برای تمام دنیاست. و فراموش نکنید لطفاً تمام این هزاران قربانیان بیگناهی را که ایشون کشتن و اکثر اونها که مسلمان بودند. آقای، نکته که بسیاری پرسش دارن این که بن لادن دیگه در واقع رهبر القاعده نبود، القاعده و گروه های وابسته تروریستی در واقع به شکل پیچیده تری عمل میکنن، از بین بردن رهبر مرکزی در واقع در اون بالای هرم تأثیر چندانی بر فعالیت اونها نخواهد داشت. واکنش شما چیست؟ یعنی اتفاق دیروز، رخدار دیروز نشان این است که حق به حق دار میرسه. 10 سال طول کشید تا میتونستیم آخر عاقبت بن لادن را بکشیم و این نشانگر این است که ما مصمم هستیم و این پیروزی دیروز نشانگر همون پشتکاری و فداکاری و مهارت متخصصین دولت ما بود و ما باید از ایشون تقدیر و تحسین کنیم از پیروزی دیروز. این سیاست دولت اوباما خواهد بود، این عملیات محدود ضد تروریسم از این پس سیاستی خواهد بود که دولت اوباما بیشتر رو دنبال خواهد کرد؟ سیاست اوباما یعنی یا کشتن یا دستگیری کردن اوباما یکی از اولویت های سیاست ضد تروریستی بن لادن بود و در اثر اون دیروز پرزیدنت اوباما دستور داد که این عملیات هدفمند و یک جانبه اجرا بشه و همونطور که شما میدونید این عملیات موفق شد و بن لادن کشته شده. ولی همون گونه که عرض کردم حضورتون، این پایان کار ما که نیست، ولی نگفته پیداست یعنی اتفاق دیروز، رخدار دیروز یک پیروزی بزرگ بود، نه تنها برای آمریکا، برای تمام بشریت. آقای، سوال آخر من صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران هست. آقای رامین مهمانپرست امروز گفتن این مرگ بن لادن در واقع دستاویز کشورهای بیگانه رو برای لشکرکشی به منطقه برای به بهانه مبارزه با تروریسم از بین می‌بره. واکنش شما چه هست؟ فقط تکرار میکنم همون چیزی که قبلا عرض کردم، یعنی این پایان کار ما که نیست و پایان کار نه تنها دولت آمریکا بلکه تمام بشریت نیست برای پیشگیری از عملیات تروریستی که منجر به کشتار هزاران قربانیان بیگناه است. ما هنوز مصمم هستیم که این کار دوباره اتفاق نیفته
پس حتی با این که اتفاق دیروز یک پیروزی بزرگ بود، ما مصمم هستیم که در این راه ادامه پیدا کنیم. ادامه بدیم. معذرت میخوام. تشکر میکنم از شما آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. از شما تشکر میکنم. اختیار دارین، لطف کردین. باشه.